دیگران میگویند که 14 ساله قرة‌العین از این چیزا، این 14 رو انتخاب کردم، ولی خب یک قدیم از 14 بیشتر بودم، میگم 15 بودم، تا 5 سال پیش استاد کار میکردم، هنوزم ردیف دومش کاملا تموم نکردم، یادم به نوار رسیده بودم و ایشون همچین دیدن که بد نیست که من آمادگی هست، آمادگی هست، و من زدم به عنوان تکنواز خردسال در حقیقت 14 15 ساله نوجوان رادیو زدم، و این خیلی عرض کنم که مردم رو متعجب کرد، تا حالا آدم های جدیدی با ما آشنا شدن، آمدن سراغ من و واقعا منو گاهی در یه محافلی می بردند و وقتی می دن یه نوجوان مثلا اینطور ویولون می زنه خب خیلی تشویق می کنن اینها. یادت ولی... میاد آقای خورم در همون زمان بلی. شما چه قطعی رو زدید در بله یادم اولین کاری که در برنامه رادیو اجرا کردم دستگاه همایون بود، دستگاه همایون، یعنی در حقیقت بازم پاسخگوی محبت مادرم بودم، و یادمه که یه خاطره اینجا دارم که چون بچه بودم نمیدونستم که اصلا پخش رادیو و ضبط رادیو چطور انجام میشه، من گاهی که از این خیابان شمران قدیم که اون موقع خیابان شمران بهش میگفتن رد میشدیم، یه جا بود بیسیم قصر بهش میگفتن، حتما شما دیدید و شنیدید، نه ما از بیسیم قصر که رد میشدیم دو سه تا آنتن خیلی بلند میدیدیم، میگفتن رادیو اینجاست، وقتی به من گفتن رادیو میخوای بزنی، من خیلی بچه بودم، فکر کردم حالا منو میبرن اون نوک اون بالا بالای اون آنتن و منو میبندن به چیز، من همش فکر کردم که آخه من بستن چجوری با ویولون چجوری آرشه رو دست بیارم تکون بدم، تا وقتی رفتم دیدم توی اتاق هستم و به من گفتن بزن، این واقعا خاطره عجیبی بود. و یه خاطره دیگه این بود که من چون هنوز کار رادیویی نکرده بودم، اصلا به اون معنا نمیدونستم که با چجوری اجرا کنم، در تمام مدت چون عادت کرده بودم با استاد که میزدم پا میزدم برای اینکه میبایستی وزنا رو روی کنن، گفتن آقا این برنامه خیلی خوب بود ضربشم پای خوده چون ریتم میگرفتی دیگه، بله ریتم با پام همینطور این صدای پام مرتب میامد. بله عرض کنم که این زمان من در حقیقت میشه گفت که کار، ولی همون زمان مادرم هم من گفتش که یادت باشه همایون اسمت شهرتی پیدا کرده، این موسیقی دریایی، یه وقت نکنه فکر کنی حالا این بر اون بر تو رو تشویق میکنم اینا، این منم طاووس علی شده اینطوری باشه اینا، مادرم در این موارد خیلی راه، البته پدر منم همینطور، پدر بنده هم همینطور یه نوع آزادمنشی و در حقیقت آزادگی داشت که من در راه هنر واقعا بتونم، فقط یادم یه دفعه من گفتش که هما یادت باشه که این نباید که موسیقی باعث بشه که از درس به اصطلاح جدا بشی، برای اینکه هنوز اجتماع ما در اون زمان دریافت نمی‌کرد که موسیقی میتونه خودش بزرگترین دانش‌ها باشه، میتونه خودش بزرگترین شغل‌ها باشه. واقعا من همین رو می‌خواستم اینجا بهش اشاره کنم که واقعا در اون مقطع زمانی من فکر می‌کنم که شما چقدر شانس آوردید که در یک خانواده هنردوست بودید، چون در زمان قدیم مقدار واقعا هنر رو به هنر به یه شکل دیگه نگاه می‌کردن، یا می‌گفتن مطرب یا اصلا واقعا همینطوره، کسایی که می‌خواستن ساز دستشون بگیرن ببرن بیارن واقعا میگن مخفیانه یا چادر میندازن روش که نیدم، یعنی شرایط بسیار سختی داشت. اینا این همونجوری که شما فرمودید جناب آقای سعید، مسئله این بود که پدر من استراد داشت که این واقعا لغت به ما گفته نشه، و بعد میگفت حتما درست بخون، و من در تمام مدتی که باور کنید درسم خوندم، به مناسبت که عاشق موسیقی بودم میخواستم جوری بشه که یک شغل دیگه ای داشته باشم که این هنر به دریوزگی نیفته، بتونم معشوق رو برای خودم همیشه همطور که دلم میخواد نگه دارم، و خب واقعا خدا کمک کرد و در درس ها هم توفیق پیدا کردیم و به هر حال تحصیلات اون رو تموم کردیم و توانستیم یه خب شغل مناسب و خوبی داشته باشیم. بعد به حضور شما که ما هنوز سر ما هنوز تو 15 سالگی هستیم. بله خب منو بازگشت دادید، کار خوبی هم کردید. من وقتی مادرم گفت که باید رفتم مجددا پیش آقای سباب و ادامه دادم، تمام ردیفای آقای استاد معظم خودمون آقای سباب رو من زدم، بعد کتاب سوم داشت که یک سری قطعات ضربی و چارمزرا بود که برای دوره عالیش بود و بسیار هم مشکل بود، و باید برای مشکل بودنش و اهمیتش فقط یه چیزی به شما عرض کنم که بعدها که بنده دیگه رسما رادیو زدم به عنوان یک آهنگساز، به عنوان یک موسیقیدان زدم و خود من هم دیگه یواش یواش صاحب سبکی شده بودم، یادم یه روزی به من مراجعه شد همین آقای پایور که دوست بسیار عزیز و گرامی منه، استاد فرامرز پایور، آمد منزل ما، من گفتش که ما سالگرد برای آقای سبا گرفتیم،
و در تالار رودکی و همه گفتن که باید فلانی بیاد از قطعات آقای صبا رو اجرا کنه. گفتم فرامرز جان عزیز من الان مدت هاست خودم دارم رادیو میزنم، سبکی برای خودم به هم زنم، این کارا مشکله. اون موقع ما رفتیم برای که یاد بگیریم پایه های سازمون رو قوی کنیم، ولی الان دیگه والا به خدا همه گفتن و به من گفتن چون ما دوست هستیم با هم، همه شاگرد صبا هستیم، به صبا هم ارادت داریم، حالا صبا خوب فوت کردیم و باید همایون خرم بیاد. گفتم چه کنم، منم نسبت به استاد واقعا هنوزم که بوده یک نوع واقعا از باور فرمید از وفا هم گذشته، یک نوع اخلاص ارادت افتادگی از هر جهت نسبت به ایشون دارم. و گفتم سباست دیگه چیکار کنم، بچهای من کم دیده بودن، من واقعا در منزل تمرین بیرون کنم ولی یه دفعه در واسه کردن بابا پوپیت گذاشته شده شاید شاگرد دو مرتبه بیولون و در یک چیزی هم گذاشته کتاب استاد صبا بود و ردیف سومش میخوام بگم که اینقدر اهمیت داشت واقعا، یعنی خیلی خوب نوشته شده بود برای ویولون، برای تعالی ویولون در موسیقی ایرانی. به هر حال بنده سه تا کار رو انتخاب کردم، اینم خاطره قشنگی است. این برنامه در تالار رودکی آن زمان انجام شد، آمد گوینده چیزی گفت و بیوگرافی از بنده گفت و که شاگرد صبا بودم. بعد بنده اول کار رو با زرد ملیجه آقای صبا که در حقیقت این موقعی که شمال بود و رئیس هنرستان بود اونجا رفته بود جمع‌آوری کرده بود از اون حوزه گیلان. بله. زرد ملیجه یعنی گنجشک زرد. بله. این رو اجرا کردن، خب اون کسان که اونجا بودن دست دادن تشویق کردن، خب ما خوشحال شدیم. دومی رو یه چیزی به نام توپی قاسم آباده که اونم مال قاسم آباده همون گیلان نفوت، اون با آرشای خاصی و یه مقدار مشکله. اون اجرا کردم، دیدم این دفعه کف محکم در زدن، دیدم همه متوجه هم گیرم. بله. دفعه سومش یک چهارمزرابی کتاب سومیشون رو باید همه از کتاب سوم انتخاب کردم، این چهارمزراب اصفهان بود و بسیار در این زیبایی بسیار مشکل بود. یعنی من هر جایی که هر لحظه فکر میکردم ممکنه یه لغزش اتفاق بیفته. جای قرم نه به صورت سولیست میزدید یا بله، روحی تنها میزدید؟ تنها به عنوان عرض میکنم ساز تنها کار ایشون اجرا میکنم. به اصفهان که رسید باور فرمایید یه مرتبه یواش که میخوادم شروع کنم به خودم بالا سرم برگم، گفتم خدایا خودت مرا مواظب باش، برای اینکه هر آن امکان این داشت که من بلغزم. این اجرا کردم، واقعا خدا کمک کرد، یعنی بی اشکال شد. این دفعه در تمام این کسانی که اونجا از جا بلند شدن از جا بلند شدن و شروع کردن به کف زدن، چند دقیقه کف زدن. باور بفرمایید آقای خورم، چون میخوام یه مقدار بلی. برای بیننده های عزیزم چیز بشه، الان دیگه 15 سالتون گذشته. بله بله، الان موقع من حدود 34-35 سال. بله 34-35 سال، حتی بیشتر. 34-35 سال چون هم دارد از کردید خودتون یه سال به سبک خاصی بودید. سبک شدم در برنامه گلها، خود ما مثلا سولیست ارکست گلها بودیم، برای ارکست گلها برنامه درست میکردیم، کار درست میکردیم، ارکست رهبری میکردیم، همه کارا میکردیم. آقای سعید من خدمتتون عرض کنم که در تمام مدت زندگیم شاید خیلی مورد تشویق قرار گرفتیم، خیلی دست دادن، خیلی اصلا محبت کردن، خیلی لطف کردن، ولی همه یه طرف این دستی که اونا زدن، چون به نظر خود من خیلی به حق بود، یعنی کار خیلی مشکل بود، اینا فهمیده بودن، دیدم احساس کردم که یه دکین ریاستن همه فهمیدن کار چه ارزشی داره، من مهم نبودم، کار استادم ارزش داشت، ولی از اینکه من خدا کمکم کرد که بتونم اینو خوب بزنم اینا